به نام خداوند رنگین کمان، امروز شنبه 13 تیر ماه 1402 ساعت 10 صبح به اتفاق آقای علی آدینه‌زاده و خانم گلدسته حسینی جهان‌آباد، پدر و مادر جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده، از جان باختگان اعتراضات سال گذشته مشهد در شعبه اول بازپرسی دادسرای نظامی استان خراسان رضوی حاضر شدیم به جهت دادخواهی و پیگیری شکایتی که از قبل مطرح شده بود. دفاعیات در دو بخش خطاب به بازپرس تبیین شد. بخش اول این که مطالبه کردیم فیلم های ضبط شده در دوربین های نصب شده متعددی که در اطراف درب شرقی دانشگاه فردوسی مشهد، محلی که جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده در تاریخ 16 مهر ماه 1401 حدود ساعت 11:30 دقیقه قبل از ظهر هدف شلیک مستقیم گلوله افراد نظامی قرار گرفته است، برای روشن شدن حقیقت در حضور بازپرس و پدر و مادر جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده به نمایش گذاشته شود. نکته مهم دیگر این که از بازپرس تقاضا شد از فرماندهی انتظامی استان خراسان رضوی لیست افراد نظامی که در تاریخ 16 مهر ماه 1401 برای مقابله با اعتراضات در جلو درب شرقی دانشگاه فردوسی مشهد، یعنی محل اصابت گلوله به جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده، مستقر شدند به بازپرسی اعلام گردد. در پایان جلسه رسیدگی امروز، بازپرس به پدر و مادر جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده پیشنهاد پرداخت غرامت و دیه از بیت المال را مطرح نمودند که موضوع دریافت دیه با مخالفت شدید پدر و مادر جاویدنام ابوالفضل آدینه‌زاده مواجه شد و اظهار داشتند که تحت هیچ شرایطی حاضر به دریافت دیه از بیت المال نیستند و صرفاً خواهان شناسایی فردی هستند که با شلیک مستقیم گلوله از فاصله 10 متری جان شیرین فرزندشون رو گرفته است.